در چهارمین هفته اعتراضات در سرتاسر ایران، علی‌رغم فیلترینگ شدید و کاهش سرعت اینترنت، همچنان ویدیوهایی از سرکوب خشن اعتراضات انتشار پیدا می کند که نشان می دهد نه مردم از ترس خشونت و کشتار و بازداشت خیابانها را ترک کردند و نه حکومت ایران و نهادهای سرکوب رسمی از خونریزی و خشونت بیشتر ابایی دارند. آمارهای غیر رسمی حکایت از بیش از 200 کشته و صدها زخمی دارد. به گزارش همکارم سعید بهاری در این زمینه توجه فرمایید. ساعتی پس از آنکه مهسا امینی دختر 22 ساله سقز در استان کردستان ایران بعد از ظهر 22 شهریور 1401 توسط گشت ارشاد نیروی انتظامی در تهران به اتهام عدم رعایت کامل مقررات حجاب اسلامی دستگیر و به یک مرکز وابسته به نیروی انتظامی منتقل شد، از حال رفت و به بیمارستان کسرا انتقال پیدا کرد و در آنجا به کما رفت و پس از 3 روز درگذشت. حتی پیش از آنکه نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق عکس و خبر درگذشت مهسا امینی را رسانه‌ای کند، خبر بستری شدن این دختر جوان در فضای مجازی منتشر شده بود و پس از انتشار خبر رسمی فوت او بلافاصله در سقز شهر خود مهسا امینی اعتراضات آغاز شد. این جنبش هرچند در اعتراض به مرگ مهسا امینی و گشت ارشاد و حجاب اجباری آغاز شد و شعار زن زندگی آزادی را به عنوان شعار برتر معترضان شاخص کرد، اما خیلی زود شعارهای معترضان رأس نظام و کلیت حکومت را هدف گرفت و متقابلا سرکوب خشن و خونبار آغاز شد. کمی بعد تلویزیون دولتی تحت کنترل حاکمیت ایران با انتشار فیلمی از دوربین مداربسته سالونی که مهسا امینی به زمین افتاد مدعی شد که هیچ گونه بدرفتاری با این خانم جوان صورت نگرفته است و فوت ایشان را طبیعی جلوه داد. اما آتش اعتراضات زبانه کشیده بود و بی‌اعتمادی 44 ساله مردم به رسانه رسمی نظام ایران مانع از این می‌شد که توجهی به اسناد و مدارک ارائه شده نمایند و مردم در تهران و شهرستان‌ها خیلی زود راه اعتراض خیابانی را در پیش گرفتند و چشم و گوششان را بر آنچه تبلیغات رسمی رسانه‌های دولتی می‌نامند بستند. همچون اعتراضات قبل، مخصوصا این بار که دولت و مجلس با بخش انتصابی زیر نظر رهبر ایران همسوتر و فرمانبردارتر شده، از اولین کارهای واکنشی حکومت برای کنترل و سرکوب اعتراضات قطع اینترنت موبایل ها در مناطق و شهرهای آشوب زده و کاهش سرعت اینترنت خانگی بود و علاوه بر اینها این بار فیلترینگ پیام رسان واتساپ و شبکه اجتماعی اینستاگرام که از پرطرف دارترین ها نزد جوانان و مردم کوچه و خیابان ها در ایران است نیز صورت گرفت. دولت با علم به اینکه قطع و کاهش سرعت اینترنت و فیلترینگ واتساپ و اینستاگرام میلیاردها تومان به اقتصاد کشور آسیب میزند، بیدرنگ شریان حیاتی بسیاری از کسب و کارهای خرد را قطع کرد. همزمان با استفاده از نیروهای عادی پاسگاه‌های انتظامی، هم از وظیفه و درجه دار و نیروی ذخیره و ضد شورش و با مدد گرفتن از سپاه و بسیج و نیروهای لباس شخصی و برای اولین بار ارتش، کار سرکوب خونبار و خشن در تهران و شهرستان‌ها با بی‌رحمی کامل دنبال شد. علاوه بر ضرب و جرح شدید با باتوم، حتی نسبت به زنان و سالخوردگان ویدیوهای زیادی از تیراندازی مستقیم به معترضان با فشنگ جنگی و ساچمه‌ای در شبکه‌های اجتماعی انتشار پیدا کرد و آمارهایی از قربانیان و مشخصات ایشان در فضای مجازی منتشر شد که به دلیل فضای ارعاب و تهدید رسانه‌های داخل و خبرنگاران امکان راستی‌آزمایی آمارهای کشته شده‌ها عملاً ناممکن است.
اما رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران به نقل از سازمان‌های حقوق بشر ایران از آمار 221 کشته سخن به میان آوردند که به نظر می‌رسد نزدیک به نیمی از این آمار مربوط به درگیری‌ها در شهر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان باشد. برخی شاهدان روایت کردند که پیکر اغلب کشته شده ها مستقیماً از پزشکی قانونی برای غسل و کفن برده می شود و خانواده های قربانیان اجازه رؤیت پیکر را ندارند و برخی شبانه تدفین می شوند و اکثراً اجازه برپای مراسم ترحیم و عزا هم به بازماندگان داده نمی شود و بازماندگان از مصاحبه با رسانه ها و فعالیت در شبکه های مجازی به شدت منع می شوند. به همین نسبت آمار زخمی ها هم غیر قابل احتساب است و بسیاری از زخمی ها به دلیل بیم دستگیری به مراکز درمانی نرفتند و در خانه ها توسط پزشکان داوطلب دور از کنترل مراکز بهداشتی و درمانی رسمی درمان و گاهی جراحی شدند. مثل اعتراضات پیشین، هر بار که نامی از یک کشته اعتراضات برده می شود، بلافاصله ارگان‌های امنیتی همراه با تلویزیون دولتی اعترافات و اظهارات نزدیکان او را در نفی و رد آن انتشار می دهند و علت مرگ را خودکشی و یا سقوط از ارتفاع عنوان می کنند و افکار عمومی هم به دلیل عدم صداقت نظام و دستگاه پروپاگاندای رسمی آن حتی حرف صادقانه حاکمیت را هم دیگر باور نمی کنند، چه برسد به ادعاهای مبهم و متناقض ایشان. دو هفته پس از آنکه آتش اعتراضات در شهرهای مختلف ایران شعله ورتر شده بود، رهبر ایران در یک جمع نظامی به ایراد سخنرانی پرداخت و همانطور که انتظار می رفت مواضعی مشابه آنچه در تیر 78 اعتراضات کوی دانشگاه، خرداد 88 جنبش سبز، دی 96 اعتراض به گرانی و مشکلات اقتصادی، آبان 98 اعتراض به گرانی بنزین اتخاذ کرده بود گرفت و معترضان را به دشمن نسبت داد. رهبر ایران اعتراضات را محصول تحریک و هماهنگی دستگاه‌های جاسوسی و سیاست‌گذاران امن خارجی و با طراحی آمریکا و اسرائیل دانست و افزود در این حوادث بیش از همه به سازمان‌های انتظامی کشور و به بسیج ظلم شده. آیت الله خامنه‌ای در دیدار روز چهارشنبه 20 مهر با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارات هفته قبل خود را به شکل دیگری تکرار کرد که با واکنش منفی کاربران فضای مجازی و افزایش شعارها علیه رهبر ایران در اعتراضات خیابانی مواجه شد. مردم ایران به ویژه اقشار مذهبی و سنتی که در بحران‌ها و حوادث معمولاً منتظر اظهار نظر علما و مراجع تقلید و روحانیون به نام قم و سایر شهرها می‌شوند و علما و روحانیون شیعه را همواره پناهگاه و حامی مطالبات برحق خود به حساب می‌آورند، در اعتراضات اخیر نیز پاسخ درخوری دریافت نکردند. در این میان اما بنیاد جهانی آیت الله العظما شیرازی در پی ناآرامی‌ها در ایران با صدور بیانیه‌ای نسبت به کشیده شدن اعتراضات به خشونت‌های بی‌پایان هشدار داد. این بنیاد تأکید کرد اگر مقامات ایرانی خواسته های معترضان را با نگاهی عاقلانه و حکیمانه در نظر نگیرند و به صورت انسانی با ایشان تعامل نکنند، خطرهای بزرگی حکومت این کشور را تهدید می‌کند. مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظما سید صادق شیرازی پیش از این نیز تأکید کرده بودند که امر به معروف با شلاق و باتوم و خشونت و حبس و کتک و شکنجه مربوط به تروریست هاست و ربطی به اسلام ندارد و امر به معروف بر پایه آموزه های قرآنی باید مبتنی بر حکمت و موعظه حسنه باشد. از سوی دیگر و در حالی که در اعتراضات سالهای گذشته هنرمندان و ورزشکاران ایرانی از معترضان جسته و گریخته حمایت کرده بودند، اما این بار به نظر می‌رسد سلبریتی ها بیش از دفعات سابق با معترضان ایرانی همدلی و همراهی نشان دادند.
این سلبریتی ها اغلب با انتشار دست کم یک توییت یا پست اینستاگرامی همدلی و همراهی خودشان را با اعتراضات کنونی نشان دادند. برخی نیز با انتشار یک پست ویدیویی از خودشان مطالبات معترضان را مورد حمایت قرار داده و مخالفت خودشان را با سرکوب معترضان و نیز حجاب اجباری و گشت ارشاد اعلام کردند. در این بین دستگاه‌های امنیتی به ویژه وزارت اطلاعات و حراست وزارت ارشاد تلاش کردند برخی را به پس گرفتن نظراتشان وادار کنند، اما موفق نشدند. حضور معترضان در خیابان‌ها طی یک ماه گذشته در تهران و دیگر شهرستان‌های ایران بسته به میزان حضور و فراوانی نیروی سرکوب دچار فراز و فرود شده است، اما به نظر نمی‌رسد معترضان به این زودی‌ها خیابان را خالی کنند. از سوی دیگر پلیس و مجموعه نیروهای ضد شورش از یک ماه اعمال خشونت و بازداشت و کتک زدن مردم خسته شدند و بنابر تایید استاندار تهران مدت هاست به خانه هایشان نرفتند. از سوی دیگر جمع کثیری از دانشجویان و دانش آموزان دو هفته پس از اعتراضات به جمع معترضان پیوستند و ضمن امتناع از رفتن سر کلاس درس در محوطه مدارس و دانشگاه ها به سر دادن شعار و بعضن برداشتن حجاب اقدام نمودند و با توجه به حجم گسترده دانش آموزان دختر و پسر که به اعتراضات پیوستند، عملا سرکوب و ساکت کردن ایشان نه تنها از مدیران مدارس برنمی آید که پلیس هم نمیتواند این میزان نوجوان را بازداشت و یا ساکت و سرکوب کند. از سوی دیگر به نظر نمیرسد حاکمان ایران در کوتاه مدت حاضر به امتیاز دادن به معترضان باشند و گمان میکنند با سرکوب خشن و همزمان وعده های توخالی میتوان آرامش را به خیابان های تهران و شهرستان ها بازگرداند. ابراهیم رئیسی با این وعده که رهبر ایران اصلاح برخی سیاست‌ها را به دولت اجازه داده، گمان می‌کرد می‌تواند معترضان را راهی خانه‌هایشان کند. تلاش نافرجامی که دعوت محسنی اژه‌ای برای گفتگو با معترضان هم در همان راستا ارزیابی می‌شود و عملاً نتیجه‌ای نداده است. به نظر می رسد سیاست مشت آهنین و غلبه با رعب و اعمال خشونت اوریان، اعم از ضرب و جرح وحشیانه پیر و جوان و زن و مرد و بالا بردن کشته ها به علت شلیک مستقیم اگر هم در گذشته جواب داده باشد، این با نمی تواند پایه های لرزان حاکمیت در ایران را از فرو ریختن باز دارد. سعید بهاری، اخبار شیعه.